آقای دکتر تو این مدتی که تو چارا استراتژی نظام هر جا که رفتیم یه دردی بوده این هوا که پای مقام عظمان به میون میکشه. خوبه که ما به این موارد بپردازیم. بیایم مقام عظما رو وارد این کار نکنیم. از اختلاس مقدس تا لو رفتن طرح صلح‌آمیزمون تو انفجار رستوران واشنگتن تا غنی‌سازی ملکوتی تا دخالت برادران تو عراق و افغانستان، همه ی طور ریش مبارک مقام عظما رو گیر میدادن. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بازم با اونور عرض میکردن. بله میفرمودن که یارو رفت دکتر گفت آقا هر جای بدنم که دست میذارم درد میکنه، زانو دست میذارم، شکم، شونه، سر همه درد میکنه. دکتر معاینه که گفت خب بابا جون معلومه هر جا دست بذاری درد میکنه، تو انگشت شکسته. روشن شد یا همچین بذارم که همه بدنت درد کنه؟ روشن شد آقای دکتر، ولی آخه بدبختی یکی دوتا نیست. آره ولی چون که سوال میکنی پروژکتور استراتژیکی میفته رو همین بدبختی یکی دوتا نیستن، همه شو روشن میشن. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بذار بادر باز من عرض میکردم. بله میفرمودن که دکتره یارو رو معاینه کرد، بهش گفت آقا تقریبا همه اعضا و جوارح تو خرابن. من تعجب میکنم چجوری تو حالا زنده موندی. طرف گفت آخه تو حالا نیومده بودم دکتر. روشن شد یا همچی بذارم که الان روشن کردین آی دکتر. آی دکتر مقدمه سال بعدی چند تا فوش آب داره که میخوام نثار این ساله مشنگ بکنم. شما لطفا روتونو بکنین اونور که من بتونم با دست باز و زبون بازتر حق این ساله مشنگو که از متکی هم بتره کف اون دستش بذارم. بلش کن بابا. آخه این احمق برای چی پاشد رفت عربستان با این خفت و خاری؟ میگم ولش کن بگو چش خودش که نرفته، مقام عظما فرستادتش. آخه این چه تو سریست که تو فرق مقام عظما میکوبه این بدبخت فلک زده؟ برگشت صاف صاف میگه راجع به موضوع توته هیچ صحبتی هم نکرده. یکم نیست بهش بگه خب پس برای چی رفتی اونجا؟ فقط رفتی دلار راست بشی بگی غلط کردیم. مشنگ میگن یه مشنگ رفته بود کارواش، گفتم ماشینت کو؟ گفت رام نزدیک بود پیاده اومدم. حالا این مشنگم بی ماشین رفته کارواش. از این بحران خطرناک رد بشیم. مگه دست ماست که رد بشیم؟ لامصبا ردمون نمیکنن. آی دکتر شما هم ترس و نان دادین تو دل امت همیشه در صحنه دیگه. چی ولش کو بابا، من داشتم میبادم اینجا دیدم یکی داشت رد میشد، سه نمره بهش دادم قبول شد. برای تلطیف فضا بود. فضا تلطیف شد یا نه؟ فضام تلطیف شد ولی این کتفم آقای دکتر تضعیف شد. داشتم میگفتم این داستان حذف ریاست جمهوری چی میشه بالاخره آقای دکتر؟ رابطه بدجوری شکراب شده. از قدیم میگفتن رفاقت مثل آدم برفیه، ساختنش راحته ولی نگه داشتنش خیلی سخته. ولی آقای دکتر مگه خود مقام عظما آقا محمود به عنوان گماشته خودش انتخاب نکرده بود؟ انتخابات هم آزاد بود دیگه، مقام عظما میتونست هر کی رو که دلش بخواد آزادانه انتخاب کنه. حالا چی شده که صحبت از حذف آقا محمود میکنه و این حرفا رو میزنه؟ خب دیگه شرایط عوض شده. مثال استراتژیکی از مرحوم عبوی، وقتی که هنوز یه سالت نشده مادرت هی میگه بگو مامان، بگو مامان، بگو مامان، ولی بعد که گنده بک میشی نره خر میشی اگه بگی مامان میگه مامانو زهر مار. روشن شد یا همچین بذارم که معنی زهر مار برات جا بیفته؟ من که نگفتم مامان شما هی اینطوری برو رفتم روشن میکنی. پیشگیری کردم چون که اگه یه روزی بگی مامان دیگه خیلی سه میشه. برو برای سوال بعدی بینم. سوال دیگه نیست، میخواین همین سوالی که پرسیدم یه خود بیشتر توضیح بدید؟ ناکس مگه ترانه درخواستیه؟ سوال کردی جواب دادم میگه. مشنگ سوار تاکسی شد، راننده تاکسی گفت پول خورد ندارم. یارو گفت خب پس به جاش منو ببر کمی دورتر پیاده. گفت روشن شد یا همچی بذارم چون دوری را پیاده بشید؟ چه خبرتون؟ چه امروز این همه ضربه میزنه؟ تو مجلس راست راستی دارن وزیر دارایی رو استیزا میکنن، مال آقا محمودم تو راه، ولی کسی تو مجلس ککش هم نمیگذه که این میاد کل نظام رو میکشه پایین، کل مقام عظما رو میبره زیر سوال. یه سوال، اگه آقا محمود در حال غرق شدن باشه و اینا تو مجلس فقط یه حق انتخاب داشته باشن، به نظر تو چه کار میکنن؟ میرن سینما یا میرن رستوران؟ اونا که میرن رستوران آقای دکتر، ولی حرف من هم همینه. ما هم دردای ناتمام استراتژیک آقای دکتر. کسی که هیچی استراتژی حالش نباشه دردایی رو که شما حس میکنین این قدش هم میفهمه آقای دکتر. نگاه کن، یه نگاه به خودت بکن، یه نگاه به من بکن. استراتژیست نظام یعنی اونی که همه درد دلا رو باهاش مطرح میکنن، ولی کسی نمیدونه که این بدبخت بینوا درد دلش رو کجا باید بره بکنه. قربون آدم چیز فهم. خب آقای دکتر اسکیمو به کشیشی که رفته بود هدایتش کنه گفت که اگه من هیچی در مورد گناه و ثواب و این چیزا ندونم بازم میرم جهنم یا بهش. کشیش گفت بهش. اسکیمو بهش گفت خب برای چی میخوای اینا رو به من بگی؟
حالا منم میگم برای چی این برنامه رو میذاریم که هر هفته نمک میپاشیم رو زخم مقام عظما و امت نالان؟ تعطیلش کنیم بره دیگه. آخرو جسد برد بشی که تعطیلش کنی؟ مگه خونه خالص ناکه؟ نه خیر، اینجا بیت مقام عظماست. فکر کردی به خاطر همین دارم میگم جسد برد بشی؟ یه استراتژیست داری؟ فکر کردی به قوره چراغ جانور تو مقام عظما رو تو خونه خودش به خاطر سیاه نشوندی؟ تو قوره چراغ جانور خودت خدا به خاطر قوره چراغ جانور.